فولبرایت برای افغان‌ها متوقف شد. وزارت خارجه آمریکا: ما دیگر متقاضی افغان نمی‌پذیریم. دانشگاه‌ها در افغانستان دوباره فعال شد، اما با چه شرایط؟ مهاجرین افغان در ایران به خاطر سد کمالخان بازداشت می شوند. زندگی افغانها در ایران به اوج مشقت خود رسیده است. ملا یعقوب مجاهد در فاریاب: ما قهرمانان خیالی نداریم و قانون بالای همه یکسان تطبیق می شود. مجرم مجرم است. پاکستان: ما به کابل نیروی متخصص می فرستیم. طالبان: افغانستان کشور مستقل است و از خاک آن به هیچ همسایه ضرر نمی رسد. سلام، به مجموعه خبرهای داغ کشور از یوتیوب چینل کابل افغانستان خوش آمدید. ما در این مجموعه مهمترین و داغ‌ترین گزارش ها را برای شما بازتاب می دهیم. قبل از تماشای این ویدیو لطفاً لایک و سابسکرایب چینل ما را فراموش نکنید. پاکستان پیشنهاد ارتقای ظرفیت و کمک آموزشی به کابل داد. طالبان: از افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر طالبان به معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفته است که طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد همسایه ها و سایر کشورها استفاده کند و خواهان عمل بالمثل در این خصوص است. مشاور امنیت ملی پاکستان نیز گفته است که پاکستان به حمایت خود ادامه می دهد. وزارت خارجه پاکستان نیز در دومین روز سفر مشاور امنیت ملی این کشور به کابل بیانیه مطبوعاتی نشر کرد که در آن آمده است پاکستان پیشنهاد ارائه کمک های آموزشی و ارتقای ظرفیت به افغانستان در زمینه های مختلف از جمله بهداشت، آموزش، بانکداری، گمرک، رای آهن و هوانوردی و سایر امور ارائه کرده است. پیشتر پیشنهاد عمران خان نخست وزیر پاکستان برای فرستادن نیروی متخصص و آموزش دیده از پاکستان به افغانستان واکنش‌های در میان افغان‌ها برانگیخت. بر اساس این بیانیه هر دو جانب توافق کردند که مکانیزم هماهنگی ملی برای افزایش تسهیلات در نقاط عبور مرز ایجاد کنند. همچنین موافقت شده است که داد و ستد پایاپای میان دو کشور را فوراً آغاز کنند. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان همچنین هر دو جانب بر تعهد خود برای تکمیل زود 3 پروژه مهم انتقال انرژی از آسیای میانه به جنوب آسیا از جمله کاسا 1000، تاپی و خط آهن تاکید کردند. محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان در سخنرانی در فاریاب از بازداشت مخدوم عالم فرمانده ازبک دفاع کرد. محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان در یک سخنرانی در فاریاب از بازداشت مخدوم عالم فرمانده مشهور محلی ازبک توسط استخبارات طالبان دفاع کرد و گفت که در محکمه ثابت می شود که او بیگناه است یا نه و تاکید کرد که او یک متهم است نه مجرم. دو هفته پیش بازداشت مخدوم عالم سبب اعتراضات مردم محلی و طالبان ازبک در فاریاب شد. آقای یعقوب که روز جمعه 9 دل در میان شماری از فرماندهان ارشد طالبان در فاریاب سخنرانی میکرد گفت تظاهرات برای چی بود؟ در اعتراض به این که چرا مخدوم عالم بندی یا زندانی شده است؟ محکمه امارت اسلامی حق دارد که زندانی کند اگر اثبات شود. هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. او هشدار داد که هر کس مخالفت کند به امارت اسلامی خیانت میکند. او افزود اگر مخدوم عالم مظلوم و بیگناه باشد حمایتش میکنیم و اگر مجرم باشد خودم مجازاتش میکنم. مطرح نیست که این فرد پشتون، ازبک یا تاجک است. بورسیه های فولبرایت امریکا برای دانشجویان افغان متوقف شد. یک مقام وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که برنامه بورسیه های فولبرایت برای دانشجویان افغان متوقف شده است. سرنوشت 140 متقاضی افغان که به دوره نیمه نهایی این بورسیه یافته بودند نیز معلوم نیست. شبکه خبری EBS گزارش داده که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برنامه بورسیه فولبرایت را برای دانشجویان متقاضی از افغانستان متوقف ساخته است. یک مقام وزارت خارجه امریکا روز جمعه 28 جنوری به این شبکه خبری گفته است که بنابر دلایل و موانع جدی برنامه بورسیه تحصیلی برای دانشجویان متقاضی از افغانستان برای سال تحصیلی 2022 و 2023 به حالت تعلیق درآمده است.
بر بنیاد گزارش این شبکه خبری، پس از روند و خروج و هرج مرج در افغانستان، 140 تن از متقاضیان بورسیه فولبرایت که سال گذشته که در نیمه نهایی انتخاب شده بودند نیز به سرنوشتند و روند پذیرش آنها نیز متوقف شده است. جدال بر سر بند کمال خان، از حمله معترضان تا اخراج پناهجویان. جدال بر سر حقابه هیرمند، تنش دیرینه میان افغانستان و ایران است که گاه مسائل آن داغ می شود. برای کار آمدن حکومت سرپرست طالبان این مسئله دوباره داغ شده است. بعد تازگی ساکنان سیستان و بلوچستان ایران برای بازگشایی سد کمال خان در منطقه مرزی زابل دست به اعتراض زدند. ویدیوهای ارسالی به روزنامه اشر صبح از اعتراض شهروندان ایرانی نشان می‌دهد که آنان با حمله به موترهای باربری افغانستانی شیشه های چندین موتر را شکستند. معترضان با شعار صد اگر باز نشه پایانه تعطیل میشه از مقامهای حکومت سرپرست طالبان میخواهند تا هر چی زودتر سد کمال خان که حقابه هیرمند از آن به اجرا در میآید را بازگشایی کنند. یک خبرنگار محلی به روزنامه اشر صبح گفت که این اعتراض در دقایق اول به تشنج کشیده شد و نیروهای مرزی ایران و طالبان حالت آماده باش به خود گرفتند، اما پس از چندین شلیک هوایی وضعیت دوباره به حالت عادی برگشت. خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از معاون امنیتی وزارت داخله ایران این تجمع را غیر قانونی خوانده و تاکید کرده است با کسانی که به اقدامات غیر قانونی دست زدند برخورد جدی خواهد شد. با این حال اما مهاجران افغانستان در ایران از اقدامات انتقام‌جویانه این کشور سخن می‌زنند. بشیر احمد محمدی، مهاجر افغان که در زیر زمان در ایران سرگرم کارهای ساختمانی است، به روزنامه اشتصال گفت که از چند روز به این سو ایستهای بازرسی و مزاحمت‌های خیابانی نیروهای نظامی ایران بیشتر شده است. محمدی افزود همیشه این وضعیت در ایران جریان دارد، ولی از روزی که مسئله بند کمال خان آغاز شده است و مردم اعتراض کرده، بگیر زیاد شده و هیچ افغانی براحتی نمیتواند حتی برای خریدن بیرون شود. این مهاجر افغان هرچند از جزئیات تنش‌ها بر سر حقابه هیرمند اطلاعات کافی ندارد، اما تاکید دارد که حکومت ایران و شهروندان این کشور میگوید که طرح جدید برای بازداشت مهاجران افغانستان بدون مدرک از روز شنبه 9 مدل و در تهران و دیگر ولایت‌ها به گونه جدی عملی می‌شود. عبدالحکیم حقانی، وزیر تحصیلات عالی امارات اسلامی، اعلام کرده است که دانشگاه‌های افغانستان در مناطق گرمسیر کشور از اول ماه رجب، چهارشنبه 13 دلو آغاز می‌شود. او افزود که دانشگاه‌ها در مناطق سرسیر کشور در 7 ماه هود آغاز می‌شود. آقای حقانی در این پیام کوتاه ویدیویی نگفت که آیا دختران دانشجو نیز می‌توانند در کلاس‌های خود در دانشگاه حاضر شوند یا خیر. این در حالی است که اخیراً مقام‌های طالبان گفته بودند که دختران صنف ششم به بالا اجازه می‌دهند که از بهار به مدرسه بروند. در گفتگوهای اخیر طالبان با نمایندگان آمریکا، اروپا در اسلو، پایتخت نروژ، بازگشایی مدارس دخترانه تاکید شد و از اینکه طالبان قول بازگشت دختران به مدارس را دادند استقبال شد.